70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور ایتها و رهبران بیش از 160 کشور جهان در شهر نیویورک آغاز شده است. در حالی که انتظار می‌رفت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست خطابه‌ای را ایراد کند، ولی اکنون آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی رهبری هیئت افغان را در این نشست بر عهده خواهد داشت و در ختم این هفته هیئت افغان به نیویورک سفر می‌کند. برای کسب معلومات بیشتر در مورد اهمیت این سفر از محترم عمر سمد مشاور ارشد ریاست اجرایی دعوت به عمل آورده ایم تا معلومات خود را در مورد با شما در میان بگذارند. آقای سمد سلام بر شما و سپاس از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. قبل از اینکه ما بپردازیم به مجمع عمومی ملل متحد، گزارش را امروز داشتیم روی واکنش افغانستان به نظریات پاکستان مبنی بر اینکه حمله دیروز در پشاور در افغانستان طرح‌ریزی شده بود. واکنش شما در این مورد چیست؟ واکنش حکومت افغانستان یک واکنش است و واکنش ما واکنش واحد حکومت وحدت ملی است، یعنی همی چیزی که از ارگ ریاست جمهوری از طرف رئیس جمهور و دفتر مطبوعاتیش به نشر رسید، این همی عکس العمل حکومت و مردم افغانستان است. چیزی که در اونجا گفته شده کاملا دقیق است و وضاحت داره. بله، خب در این زمان هیئت افغانستان در حال به این نشست سالانه ملل متحد میآید که تنش در رابطه بین افغانستان و پاکستان و تشدید اوضاع امنیتی اکثریت مردم در افغانستان نگران کرده و برخی شایعات مبنی بر این که هیئت افغان این موضوع را به شورای امنیت ملل متحد راجع می‌سازد نیز وجود داشت. آیا هیئت افغان تصمیم دارد که مسئله امنیت و رابطه با پاکستان را به شورای امنیت ملل متحد راجع سازه؟ ببینید، مجمع عمومی ملل متحد 70مین سال خود تجلیل میکنه و هیئت افغانی قسمی گفتین در اونجا اشتراک خواهد کرد به رهبری جناب دکتر عبدالله، و در اونجا در خلال خود مجمع بیانیه که ایراد میشه از طرف نماینده افغانستان یقینا به موضوعات مربوط به روابط ما با همسایگان بالخصوص پاکستان و موضوعات مربوط به امنیت و چالش های امنیتی و چیزی را که مردم افغانستان از اون نگران هستن بیان خواهد کرد. در پالوش در حاشیه مجمع ملل متحد باز نشست های دیگه صورت خواهد گرفت که در اونجا هم موضوع امنیت و با موضوع همکاری و موضوع مصالحه و بالخصوص موضوع نقش بعضی کشورهای دیگه مانند چین و ایالات متحده هم برملا خواهد شد و هم بالای از او صحبت‌های جدی صورت خواهد گرفت. بله، افغانستان بار دیگر شاهد سال است که در او تلفات غیر نظامیان یا ملکی ها باز هم افزایش پیدا کرده. تا چه حد رسیدگی به تلفات ملکی در صدر اجندای یک سفر قرار خواهد داشت؟ این موضوع در صدر اجندای دولت در مجموع قرار داره. رسیدگی به مردم، رسیدگی به کسانی که قربانی تروریسم هستند، رسیدگی به فامیل هایشان، رسیدگی به شهدا و کسایی که زخمی شدند بالخصوص، و عساکر افغانستان، پلیس افغانستان، اردو و پلیس همه در صدر کار دولت قرار داره و روزمره بالای ازی صحبت میشه و اقدامات و تصامیم گرفته میشه. لحاظا در این قسمت من فکر میکنم که مردم افغانستان با وحدت نظر با حکومت خود هم فکر هستند. ببینید، در قسمت موضوع پاکستان و موضوع تروریسم در افغانستان یک اجماع بسیار بزرگ سیاسی و اجتماعی وجود داره و این خودش بیانگر ازی است که مردم افغانستان در قبال از این موضوع وحدت نظر دارن. بله، خب شما از نشست ها در حاشیه مجمع عمومی یادآوری کردین با کشورهای همسایه. گفته شده که رهبران پاکستان در این مجمع شرکت میکنن، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از تقریبا 10 سال در مجمع عمومی امسال حضور پیدا میکنه. دقیقا میتونین بیان کنین که نشست هایی که در حاشیه پلان شده با کدام همسایه ها خواهد بود؟ بله، یکی نشست های دو جانبه و دیدار های دو جانبه است که به تعدادی از سران کشورها صورت خواهد گرفت. بله. یکی هم نشست و اشتراک در بعضی کانفرانس هاست، مثلا کانفرانس توسعه و انکشاف بعد از 2015 که در او افغانستان بیانیه ایراد خواهد کرد، کانفرانس مبارزه علیه داعش و افرادگرایی و خشونت که تحت ریاست رئیس جمهور امریکا و به دعوت از او میزبانی میشه و در او افغانستان بیانیه ایراد خواهد کرد، و بالخصوص قسمی که اشاره رساندم قبلا به یک نشست سه جانبه که بین چین، ایالات متحده و افغانستان صورت خواهد گرفت که یقینا در اونجا موضوعات جدیتر مطرح خواهد شد.
بله، ممنون و سپاس از حضورتان در برنامه آقای صمد و از شرحی که در قبال اجندای حضور ایت افغان در نشست مجمع عمومی برای بیننده ارائه دادید. موفق باشین. تشکر.